سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور خدمت بینندگان عزیزمون. ما امروز گراتن مرغ رو داریم. امروز برای گراتن مرغمون ما نیاز به فیله مرغمون داریم که پخته شده هست 300 گرم. نان توست استفاده میکنیم، یک بسته فلفل دلمه‌ای 2 عدد، پیاز متوسط 1 عدد، پنیر پیتزایی رنده شده 150 گرم، نمک 1 قاشق چایخوری، فلفل 1/4 قاشق چایخوری، روغن زیتون 2 قاشق سوپ خوری، سیر رنده شده 1 قاشق سوپ خوری، کره 30 گرم، آرد 1/2 پیمانه و شیر 1.25 پیمانه هستش که عزیزان حتما مرغشون رو قبلا طبخش رو انجام بدن با مواد بوگیری مثل هویج، ساقه های کرفس، پیاز که بوی زخم مرغشون توی غذا آزاردهنده نباشه و بعد این غذا رو به راحتی آماده کنن. همه کار از کجا شروع کنیم؟ خب ما فیله مرغمون پخته شده هست، برای این غذا به خاطر اینکه طعم لذیذی داشته باشه از روغن زیتون 2 قاشق سوپ خوری استفاده میکنیم. بعد از اینکه روغن زیتونمون رو داخل ظرفمون ریختیم، خیلی حرارت رو عزیزان بالا نبرن. بله، پیاز رو فقط در حدی که نرم و شفاف بشه، اصطلاحاً سبک بشه، داخل روغن می‌ریزیم. و نیاز به روغن زیتون نباید خیلی حرارت ببینه. بله، باید ارزش و کیفیتش رو بله حرارت میده. پایین باشه بله. چون اصلا مضرم هست اگر با حرارت بالا تفت داده بشه. پیاز در حدی که نرم و شفاف بشه کفایت میکنه. فلفل دلمه‌ای داشتیم که اونها رو رشته خرد کردیم. عزیزان میتونن برای اینکه این غذاشون رو قشنگ ترش کنن از فلفل دلمه های رنگی توی رنگ های مختلف استفاده کنن. و نان توستی هم که استفاده میشه ترجیحاً دورگیری شده باشه که این گراتنشون خیلی لطیف و خوشایند باشه. بعد از اینکه پیازمون یک مقدار سبک شد و یه مقدار شفاف شد، چون این یه مرحله پختم داخل فر داره، عزیزان نگران نباشن که ممکنه اینا خام بمونه چون یک بارم داخل فر پخته میشه. فلفل دلمه خیلی حواد ببینه، درست میگم تلخ میشه فلفل دلمه. بله، یه اشتباه رایجی که توی آشپزی ایرانی هست، عزیزان سبزیجات رو فوق‌العاده زیاد یا تفت میدن یا اونا رو تفت میکنن. بله. در حالی که توی آسیای شرقی غذاها معمولا با سبزیجاتی که خیلی طبخ کوتاهی دارن آماده میشه. زیر دندون حس میشه. و خواستشون هم بله کاملا حس میشه. سوقه ما ایرانی هست دیگه، خواهیم کارش دیگه. بله دیگه. خب باید یه مثل این هست ولی خب هم باید اصلاح علمی تر. بله درسته. هم با شما موافقم. فیله مرغ رو هم بهش اضافه میکنیم. این غذا به هیچ عنوان رب گوجه فرنگی نداره به خاطر اینکه بله سس بشامل داره و همینطور سیر داشتیم. اگر احیانا عزیزان دوست ندارن یه موقع شاید خوشایند عزیزانشون نباشه، میتونن بله به راحتی سیر رنده شده رو از داخل این غذا حذف کنن. ولی همونطور که میبینین عطر سیر فضای اینجا رو پر کرده و بسیار خوشایند. ما ابتدای برنامه در مورد زندگی اجتماعیمون صحبت کردیم، ولی معمولا خوردن سیر یه مقدار مراودات و معاشرات اجتماعی ما رو تحت فشار قرار میده. بهتر آخر هفته کار انجام میشه، هم بهتر آخر هفته هم زمانی که سیر داخل غذا پخته میشه دیگه اون بویی رو که سیر خام داره یعنی نداره. یعنی این تفتی که میدین منظورتون اینه که نه مثلا هفته سیر رو داخل غذا بندازیم بپزیم؟ کلا سیرهایی که روی حرارت قرار میگیرن چه رنده شده باشن چه داخل مواد بخارپز بشن و چه آبپز بشن دیگه اون بوی آزاردهنده که سیر خام داره اونا ندارن. نمک رو بهش اضافه کردم و همینطور فلفل. به خاطر اینکه گراتن ها عطر خیلی خوبی بهشون میده آویشن، یه مقدار هم پودر آویشن رو توی همین مرحله بهش اضافه میکنم. تا این موادمون یک مقدار سبک بشه ما توی این فاصله سس سفید یا همون سس بشامل که همه عزیزان اونو آشنایی دارم، منتها امروز هم خیلی خوبه که یک بار دیگه آموزشش رو داشته باشید. گراتن ها همیشه ترکیبی از مواد که ترجیحاً یا گوشتی یا سبزیجات با سس بشامل و پنیر هستن. حالا ممکنه سبزیجات خانواده کدو، سبز و بادمجان یا همین موادی باشه که ما استفاده میکنیم. عزیزان سس بشامل رو حتما باید با دقت بیشتری درست کنن. درست کردن بله، باید چون سس دقیقاً تاثیر میذاره. ما الان کرمون رو روی حرارت ذوب کردیم، آرد رو اول داخلش تفت میدیم. حتی میتونن سس بشاملشون رو هم با سیر تمدار کنن اگر میشه. بله سیر رو داخلش هم نمیریزن، پودر سیر هم گزینه خوبیه که بله. استفاده کنن. بله اول کره رو با آرد لازم نیست که این مواد از روی حرارت برداشته بشه، یه مقدار بهتر هستش که بله سبک بشه که ما دیگه اون رو زیر حرارت خاموش کنیم.
آرد رو که تف دادیم شیر داشتیم، یک و یک دوم پیمانه شیر رو به داخل آردی که با کره تفت خورده اضافه میکنم و مرتب هم میزنم. نکته ای که سس بشامل درست کردن داره، بهتره که عزیزان مرتب اونو هم بزنن. بله، بعد بالا سرش بیستن. بله. هم دوستی پرسیدن که اگر نخواهیم از نان توست استفاده کنیم چه بکنیم؟ بله، اگر عزیزان بلد هستن که نونهای کرپ رو داخل منزل استفاده کنن، تا ما خدمت خانم ها که آموزش میدیم با نون کرپ ها همین غذا فوق العاده خوشمزه میشه. نان کرپ رو آماده کنن، یک مقدار سبزیجات رو از این ریستر کنن که بافت نرمتری داشته باشه، داخل کرپ ها پیچیده بشه و لایه به لایه زیر کار بپیچن. فوق العاده خوشمزه تر از این غذایی میشه که ما امروز آموزشش رو داریم. زمانی که غلظتش رو گرفت دیگه سسمون آماده هستش، میتونیم داخلش از فلفل سیاه استفاده کنیم که یه مقدار به سسمون هم طعم بدیم و همینطور نمک داشتیم، نمک رو هم به سس اضافه میکنیم. فقط عزیزان مرتب باید سس سفید رو هم بزنن، اگر به حال خودش رها کنن سسشون به حالت گله گله در میاد و حتی ممکنه تهدیک ببنده اصطلاحا. دیگه زمانی که سسمون به غلظت کافی رسید، الان یک مقدار سس رو شل برمی‌داریم به خاطر اینکه نون‌هامون باید نرم بشه. بله. زیر سس رو خاموش می‌کنم. یه قالب مستطیل شکل کردم. چرا این روشنه؟ نیازش نداری؟ فکر می‌کنم همکار قبلیم برای کار دیگه این روشن کرده بودن. من نگران اتلاف انرژی ام، آخه ببخشید. قالب مستطیل شکل رو انتخاب کنن، حالا قالبشون میتونه پیرکس باشه یا هر قالب تفلون یا فلزی دیگه. بله. یک مقدار از سس رو اول داخل قالبمون میریزیم. نیاز به چرب کردن نداره قالب؟ نه، چون این کار داخلش 30 گرم کره داره. بله. دقیقا همون کار چرب کردن رو برای ما انجام میده. بعد از اینکه سس رو آغشته کردیم، نون توست هامون رو داخل قالبمون میچینیم. اگر عزیزان دیدن قالبشون نونها جا نمیشه، میتونن نونها رو به راحتی برش بزنن که اگر فشرده کنن یه تیکه مثل همون گراتنی که ما روی میزمون آماده داریم میتونن اونو آماده داشته باشن. نونها رو داخل قالب به این صورت قرار میدیم کاملا فشرده که هیچ فضایی بین نونهامون خالی نباشه. بعد از اینکه نونها رو داخل قالب چیدیم، موادمون رو روی این نون ها می‌ریزیم. زمانی که موادمون رو کاملا داخل قالبمون ریختیم، از سس سفیدمون یک مقدار دیگه روی مواد رو می‌ریزیم که یه خورده حالت چسبناک پیدا کنه. و همینطور پنیر داشتیم که اینجا انقدر دمای هوا بالاست و گرمه که پنیر ما بله ذوب شده. پنیر رو یک مقدار می‌ریزم. بعد یه لایه دیگه نان توست می‌ذارید یا نه دیگه؟ بله دیگه. الان اینجا دوباره نون ها روش کاملا قرار می‌گیره. بله. که هیچ جایی از قالبمون درز نداشته باشه. بعد قاعدتا فر رو هم که بعد روشن. بله، فر رو روشن کنن. حتی شب برای عزیزانی که فر در دسترس ندارن یا همیشه گلایه دارن که شما چرا غذاها رو همیشه با فر آموزش میدین، میتونن عزیزان روی شعله گازشون یه دونه شعله پخش کنو داشته باشن. ظرفشون رو که قالبشون رو که پر کردن، یه تیکه فویل آلومینیوم رو دور کارشون بکشن و روی شعله پخش کن بذارن که آماده بشه. من تمام سس بشاملی که آماده کرده بودم و داخل ظرف داشتم روی قالب باز میکنم. این کار کمک میکنه که گراتن ما یه بافت کیک مانند و یه دست و منسجم داشته باشه. بعد از اینکه تمام این سس رو روی کار باز کردیم، مجدد از پنیرمون یک مقدار روی کار می‌ریزیم. فرمون رو حتما از 15 دقیقه قبل روشن می‌کنیم با دمای 170 درجه. این کار بین 30 تا 40 دقیقه داخل فر قرار می‌گیره تا آماده بشه و بعد عزیزان می‌تونن اونو به راحتی از قالب مثل یک کیک خارج کنن و نوش جان کنن. دست شما درد نکنه. ممنونم خانم بخش عزیز.